الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله اللهم صل على محمد وآله محمد لعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وقاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. از روزی که بنا گذاشتیم زیارت عاشورا رو گفتگو کنیم تا اینجای زیارت رو که تلاوت کردیم و خواندیم تا اینجا رو مقداری صحبت کردیم راجع به خود سلام و صلوات بر ابی عبدالله علیه السلام و این کنیه حضرت به تفصیل صحبت کردیم، راجع به بنوت و فرزندی اون حضرت برای رسول الله علیه و آله السلام بحث کردیم، راجع به این که اون حضرت با عنوان خیرت الله و ابن خیرته در این زیارت یاد شده است گفتگو شد، درباره این که اون حضرت به عنوان ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین است باز صحبت شد، در این سلام آخر که السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، در اینجا دو بحث به خاطر دارم، یکی این که اون حضرت به عنوان فرزند مادرش با نام فاطمه و با نام زهرا و به عنوان سیده نساء عالمین یاد شده است، به عنوان اینکه فرزند فاطمه است، در مورد خود لقب حضرت به عنوان فاطمه باز گفتگو کردیم که سمیت فاطمه تو فاطمه لأن الخلق فتموا عن معرفتها، در تفسیر آیه شریفه سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر آمده است که لیله هی فاطمه و من ادرک فاطمه یا من عرف فاطمه فقد ادرک لیلت القدر، خیلی حرف بلندی است، آن کس که فاطمه را بشناسد، منتها با عنایت به روایت قبلی، روایت قبلی میگوید سمیت فاطمه تو فاطمه، این نام الاسماء تنزل من السماء، این نامی است که خدا بر این دختر نهاده است، فاطمه را فاطمه نامیده اند و نامیده شده به این برهان که همه خلایق از درک معرفت او عاجزند، این رو ازش گفتگو کردیم و تنبه دادیم به این که در این روایت نیامده لأن الناس فتمو عن معرفتها، نگفته مردم نمیتوانن فاطمه را بشناسن، فرموده هیچ خلیقه‌ای و هیچ موجودی نمیتواند فاطمه را بشناسن، یعنی اون ملائکه مقرب و خاص خدا که محرم اسرار الهی هستند
و خدا بسیاری از اسرارش رو که به انسانها نشان نداده به آنها نموده است، اما اینها هم از درک فاطمه عاجزند. و حالا این روایت اللیله یا فاطمه در سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر اللیله یا فاطمه، من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. با توجه به روایت سابق نمی شود. همین جوری که لیله قدر رو ما لیله قدر رو میتونیم درک کنیم، لیله قدر تازه اون مقداری که روایات ما اقتضا دارد سه شب در ماه رمضان لا علت تعیین است. معلوم نیست شما شب 19 احیا میگیرید، 21 احیا میگیرید، 23 که شاید یکی از این شبها لیله قدر باشه. بعضی هم گفتن شب نیمه شعبان لیله قدر است. روایات دیگری به ناظر به شبهای دیگر هم داریم. بعضی از بزرگان علما و اهل تهجد و تعبد این چنین بودند که یک سال در طول عمر شب رو نمی خوابیدن که شاید لیله قدر رو درک کنن، چون لیله قدر گم شده در بین 360 شبه. حالا اگر کسی فاطمه را بشناسد، لیله قدر رو درک کرده، اللیله یا فاطمه، وقت لیله قدر چه ویژگی دارد؟ لیله قدر ویژگیش اینه که انا انزلناه فی لیلت القدر، در لیله قدر قرآن نازل شده است. وقتی شد فاطمه لیله، یعنی قرآن به فاطمه و در اختیار فاطمه قرار گرفته است. این معنیشه، یعنی همه قرآن نزد فاطمه است، همه قرآن در سینه و در قلب فاطمه است. و اگر کسی فاطمه را بشناسد، قرآن را دریافت کرده. چون مفصل به خاطر دارم این نکته را عرض کردیم که وقتی در ادامه سوره میگوید تنزل الملائکه و روح، در آن شب همه ملائکه خدا نازل میشوند. روح که یک ملکی است، سوای اون چهار ملک مقرب، ملکی است فوق این ملائکه، او هم نازل می شود. بالاخره یک منزلی هست به نام خدا، یک کسانی هستند که نازل می شوند، یک منزل علیهی هم در این عالم هست که در این سوره ازش یاد نشده است. و اون منزل علیه چه کسی است؟ او قلب مقدس امام زمان، ولی عصر با حجت هر زمانی، سلام الله علیه و علیهم اجمعین. این در اون لیله بر او نازل می شود و مقدرات عالم به محضر حضرت اونجا عرضه می شود. یعنی هر تقدیری باید به امضا و مهر ولی عصر و امام هر زمانی ممهور بشود.